بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران محترم، همشیرهای عزیز، ما امروز بعضی از سخنان فیلسوف اسلام و شخصی که حیاتش را وقف در راه اسلام کرده بود و شخصی که بیدار کننده شرق بود، سید جمال الدین افغان، افکار او را درباره قوم پرستی و زبان پرستی و تشتت و اختلافات که در بین یک امت اسلام پیدا میشه، و میخواهم برای شما نظریات این شخص نابغه و بیدار کننده شرق را برای شما به صورت مختصر بیان کنم که اونا در این باره چی فرموده است. سید جمال الدین افغانی، اونا می فرمایند که با استناد آیات قرآن کریم که الله سبحانه و تعالی فرموده است انما المؤمنون اخوتون، مسلمان ها مؤمنان با هم برادر است. اونا تفسیر میکنه که اخوت ایمانی یک اخوت انترناسیونالیستی است، یعنی تمام مسلمانان روی زمین با هم یک برادر هستند و اینها یعنی یک الفت و محبت بین ای اخوت اسلامی است که در اخوت نسبی نیست. اینا می فرمایند که احیانا بین برادرانی که از یک پدر و مادر است اختلافات زیاد پیدا می شود، یکی با دیگر دشمن می شود و مخالف می شود، یکی بر روی دیگر صلاح می وردارند، ولی اگر مسلمانان به همی فکر اخوت اسلامی باشن، هیچ وقت ایت واقعات بین از اونا پیدا نمی شود. چرا؟ که خداوند فرموده است که اخوت اسلامی یگانه راه زندگی با همی و زندگی مثلا دائمی با خیر و صلاح برادر دیگر خواستن است. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه منوره تشریف بردن، اولین بار عقد اخا که در بخاری شریف آمده، عقد برادری را بین مهاجرین و انصار گذاشتن و ای را یک میثاق نوشته کردن. میثاق مثل قانون اساسی که امروز در جهان نوشته میشه، در او وقت اونا ای را تدوین کردن که در او ماده اولی از اوی بود که همه مسلمان ها با هم برادر هستند و کسانی که دینمی حق داخل است، یکی مثلا متعهد دیگر است، به همراهش از راه مثلا دوستی و برادری و حتی معاونت، کمک، هرچی که دارن ای را دریغ نمی کنن. و کسانی که بعد از این با ای در همین ردیف ملحق میشه تا روز قیامت، یعنی تا روز قیامت، کسانی که به همین مفکوره با اینمی مبدا استقرار پیدا میکنن و همین مبدا را پیش میبرن، اینا هم با هم برادر هستن و در خیر و شر یک دیگر با هم دیگر شریک هستند. پس اگر یکی از اینا
از این معاهده برای ای به خساره خودی از اینا تمام می شود و در این وقت به خصوص اگر تو حالاتی بیاید که یکی به سر دیگر سلاح بالا بکنن و به قتل و قتال یک دیگر در حالی که اونا مسلمان شدن و بعد از اون کار می کنن و بعد از یعنی تدین بعد از این که به عقیده ایمانی مشرف شدن بعد از اون اینا این کار می کنن اونا دیگر حیثیت منافقی ندارن. سید جمال الدین افغانی در امی باره ایتور می فرماید که سیر حرکت مسلمانان از روز نشأت دینشان تا کنون، تا او وقتی که ای سید جمال الدین یعنی مشاهده میکنه اوضاع مسلمان ها را در او وقت چی میگه؟ تا کنون هیچ گونه رابطه گرایش های نژادی و قومی به ای امراض مبتلا نشدن مسلمان ها. و فقط اینا در راه گسترش دین اسلام اینا پیش می روان، هیچ گونه کجی و انحراف ایده پیششان من میگم مشاهده نمی کنم. چنانچه ما می بینیم که مسلمانان مغربی نفرتی از سلطه ترکی ندارند و فارسی سیادت عربی را پذیرفته است و هندی یقین و اطمینان نشان داده است بر ریاست افغانی و هیچ بدبینی و تنفر بین مسلمان ها و حکومت هایشان دیده نمی شود. اینا همه نشانه از تدین و تقوای مسلمان هاست که اینها کدام در این تبدلاتی که والی ها تبدیل می شود، حاکم ها و پادشاه ها تبدیل می شود، هیچ اینا کدام عکس العملی که برهمزننده از این روش اسلامی باشه این نشان نمیتن. ولی تا وقتی این کار گفته اینا میکنن که کسی که حاکم است در امور مملکت مخالف شریعت اسلام عمل نکنه. هر وقت که حاکم زعیم یک دولت از راه اسلام منحرف شد مسلمان ها در مقابل از او یعنی استاد میشه او را خلع میکنه از این وظیفهشان تا اگه اوی طور نیست اینا او را تایید میکنن. هیچ کدام فرق نمیکنه که افغانیست ای مثلا ترکیست ای است. چنانچه ترک ها 400 سال سر مصری ها و دیگر ها حکومت میکردن. در تفسیر منار شیخ رشید رضا میگه که این کلمات سید افغان در وقتی گفته شده است که میخواست بعد از این که حکومت ترکان عثمانی یعنی او امپراتوری از اونا را استعمار سقوط داد، میخواست که یک جایی را پیدا کنه که پس امی سیادت سیاست اسلامی را باز برقرار بسازه و این سخنای از او حقیقی است. تفسیری از واقعیت دین اسلام را در بین جوامع شرق و مسلمانان میکرد. ولی او کشته امی راه خود شد و یک وقت دیگر من میگه دیدم او را که او مثل یک پرنده واری در قفس بود و پر و بالش پژمرده شده بود و در اون وقتی که بود او نظربند بود زیر یعنی چی بود که نمیتوانست حرکت کنه و او به همین حالت جان خود را یعنی در این راه دعوت اسلامی در راه حقیقت اسلامی از دست داد. سید جمال الدین افغانی در همی مورد فرموده است که انما المؤمنون اخوتون، اساس اسلام که پیغمبر خدا گذاشت و الله سبحانه و تعالی ای آیت نازل کرد مسئله ای است که در بین مسلمان ها اختلاف در رنگ، نژاد، نسب، قوم
و ای سمت ای چیزا ای کدام اعتباری نداره. تنها اعتبار پیششان چی هسته؟ اعتبار پیششان دین اسلام و پیشرفت در امور شرعی و خوب کردن وضع رعیت است که اینا دوباره از این کوشش بکنه. و کسی که زعیم یک ملت است برای از او الله سبحانه و تعالی خطاب میکنه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوكم. یعنی شما و عدو چی مانا؟ یعنی پریپریشن کنین، این آماده بسازین در مقابل دشمنانتان هر اندازه ای که از قدرت توان دارین. لفظ قوه را یاد کرده خداوند، قوه از اسلحه اتمی گرفته تا اسب و تا دیگه قوایی که هست همه گیره در بر میگیره که شما ایره برای حفظ امنیت، حفظ چی ترهبون گفته عدو الله، که شما وقتی که خودتان قوت پیدا کردین دشمنای خود را شما میترسانید و شما استعمار باز در بین شما یعنی چی نمیکنه، حمله نمیکنه هر چقدر که شما قوت داشتید. ولی با حیله و نیرنگ استعمار میخواهد که تمامی ای چیها را از بین ببره. ای تو یک قوه برای یک دولت اسلامی باقی نمانه که مورد یعنی چی از اینا باشه که از او خوفی احساس کنه. الله سبحانه و تعالی فرموده است یا ایها الناس، ای تفسیرا را چی میکنه سید جمال الدین افغانی میکنه، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله سبحانه و تعالی میفرماید که ای مردم، ما خلق کردیم شما را از یک پدر و یک مادر که آدم علیه السلام و بی بی حواس، یعنی اصل نسب شما یک چیز است. شما که بعضی مثلا عرب است، بعضی ترک است، بعضی فارسیوان است، بعضی پشتون است، بعضی مثلا هزار است، هیچ اینا کدام برتری یکی بر دیگر نداره. فقط این اختلافات که خداوند پیدا کرده برای ازی پیدا کرده که لتعارفو، تعارف، تسانوت، تعاون، اینا همگی در تعارف به ای داخل می شود که یکی دیگه خدا کمک کنن، یکی دیگه خدا به خیر و به فضیلت و به تقوا و به چی پیش آمد همراهش بکنن، نه به دشمنی، نه به ای که صلاح تقسیم کنن، نه به ای که شما مثلا خدا به حیث یک کسایی که ما یعنی تجزیه طلب هستیم، ما مردمای نفرت داریم از این نسل، یا اون نسل بگوید که ما نفرت داریم از این، ای همگی روش چی است؟ فرعونی هست و نتیجه کار از این منجر میشه و اونمون نتیجه ای که فرعون هلاک شد زیرا که او قوم خود را برتری میداد و دیگران را خادم و یعنی زیر دستی از اونا قرار میداد. الله سبحانه و تعالی او را غرق کرد، همیشه از بین برد و اینمی سنت خداوند است. هر کسی که در راه دین خدا شقاق و نفاق بیاره، باز سید جمال الدین میفرماید که امروز بعد از قرنها مردم همو تقلید را میکنه که فرعون کرده بود و مثلا همو تو لباس ها، همو تو زینت و تفاخر و همو تو زندگی مثلا فرعونی را میخواه پس چی کنه، اعاده کنه. ای چی است؟ آیسته آیسته یک شخصی بسیار خرد، یک دفعه که بالا رفت بالا رفت بالا رفت، بس بالاخره نعوذ بالله دعوای خدایی میکنه. ای سخنای ازی است. میگه انوز یعنی همو رقمی که ایر در کتابی الاعمال الکامله، الکتابات السیاسیه، یعنی تحقیق محمد عماره
کی کتاب در بیروت چاپ شده، ای از ذکر گفته که چون فرعون در گذشت همان لباسی او را دیگری می پوشه، دیگری می پوشه. و از این سبب امیرم گفته که چرا ذکر فرعون بسیار ذکر شده، چرا مردم او را یک سمبول یعنی کفر و یک سمبول ناروایی و خروج از دین اسلام او تعقیب میکنن. هرگاه عائله فرعون منقرض گرده، عائله فرعونی دیگری به مثل از او پیدا میشه که او دعوای ارسی از او را به پیش میبره و این رویه را تکرار میکنه در بین ملت ها. این رویه او از برای از ورای بحرها سرمشق دیگه مردمی خود را به نام مسلمان میدانه ولی پیروی افکار اینطور اشخاص مستبد و ظالم و ستمگر است که اینا خود را از کرکتر، از علو، از استکبار، از چی از او تا با حدودی بالا می روند که نعوذ بالله یعنی دعوای به خدایی می رسد و مثل فرعون. عین اونم قضیه است، اینمی چی هستند. از همین سبب است که نام بعضی پادشاه های مثلا همراه ابراهیم علیه السلام میگه یک ملک، یک پادشاه امرایش چی کرد که من خو چی ندارم، اتا حال ما از قال ابراهیم ربی الذی یحیی و قال انا احیی و امیت، یک ملک امرایش چی کرد، نامش نمیگیره که او کی است. میگه گفت که او بعد از اینکه همون بتا را ابراهیم علیه السلام از بین برد این چی کرد، گفت چرا این کار کردی؟ گفت که او خود او خدا می بود خب گپ می زد چی می کرد؟ گفت که خدای ما خدا نیستم. پاد ملک برش گفت با خدا نیستم. گفت نه، خداوند کسی است که زنده می کنه یک چیز و می میرانه و تو خود قدرتی از این را نداری که یک چیز را زنده کنی و بمرانی، تو یک انسان هستی، تو چطور دعوای خدایی می کنی؟ و انا وحی و امید، من میکشم و من میمیرانم، دو نفر از بندی خانه آورد، یکش کشت یکش آزاد کرد. ابراهیم علیه السلام فکر کرد که بسیار احمق است، این نمیفهمه که حیات چیست، بخشیدن حیات چی را میگه و از بین بردنش چی را میگه. این خویی تو معنا نداره که تو یک نفر از بندی خانه آورد برای از او حیات دادی، این که خداوند هست میکنه یک مخلوق، ای که خداوند در سوره فاطر میگه خداوند خلق کرده کائنات را from nothing، از هیچ چیز وجود نداشت، خداوند همه این کائنات را خلق کرد بدون از این کدام چیز داشته باشد. این خلق خودش یک معجزه است، این الله سبحانه و تعالی خلق کرده است مخلوقات را، انسان خلق میکنه. انسان مثلا از یک پدر و مادر اون آدم علیه السلام خلق کرد و بعد از او دیگه ذریه زیر پیدا کرد و بعد این خلقی که میکنه این هم خودش یک رقم معجزه است. یک انسان از نطفه دیگه که میلیون ها نطفه چی میشه از او یکیش به هدف میرسه، همون که خداوند خواسته باشه او را. یعنی این چی است؟ این خلق است. این چی میگه که این آدم کشت و این آدم چی کرد؟ باز دید که او یک چیز دیگه برش گفت، خیلی قناعت نداری به این؟ گفت ربی الذی، پروردگار ما او ذاتی است که آفتاب را از مشرق میخزانه و مغرب میبره، غروب میته. اگر تو نعوذ بالله خدا هستی بگی از مغرب بخزان به مشرق چی بکن. فبوهت الذی کفر، این آدم ساکت ماند دیگه به این را نداشت. یعنی که امی آیات کونی که آفتاب است و ماتاب است و اینا همگی دال به وجود خداوند است، به هستی خداوند است. یعنی ایره ساکت ما اینال نامی ای پادشاه را نگیر کی بود، میگوین که این نمرود بود. بنابرای سبب این معنا است که الله سبحانه و تعالی ابراهیم چی امی سید جمال الدین افغانی این تفسیر میکنه،
قرآن کریم شما بشناسید. قرآن کریم کتابی است که اینمی واقع تکرار می شود. یک وقت دیگه اینمی تو یک سرلشکر پیدا بشه، یک آدمی قبندان پیدا بشه، یک آدمی کلان پیدا میشه در قوم. آهسته 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 ای اونمو تو رویه ای که ابو ملک کده بود که از خدا منکر شده بود و مردم سر می برید و چی میکرد، اینمی تو یک انسان پیدا میشه. بنابراین نامی او را نمیگیره قرآن کریم. این در هر جای مثلا قصه ذوالقرنین، نمیگه ذوالقرنین کی است؟ او یک پادشاهی عادلی است که تمام دنیا در زیر یعنی تصرفی از او هست و این شخصی با ایمان و با تقوا و با عدالت است. این نامش نمیگیره که کی است. میشه که تو آدم باز پیدا شوه تمام دنیا را در زیر چی خود قرار بده؟ یعنی هیچ دین دیگر نمانه غیر دین اسلام، این پیدا می شود. این حالت خب به این رقم نمی مانه که فعلا است. این خب در یک حدیث شریف که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است که خلافت 30 سال است و بعد از او باز یک پادشاهی بسیار سخت و شدید می آید و بعد از او چی می آید؟ بعد از او حکومت جبری می آید. حکومت جبری است که خود رئیس جمهور به چی دیگه کس انتخاب می شود. مردم در انتخابی از او کدام چی نداره، محکوم هستن. این حالات وقت پیش بینی شده پیش پیغمبر صلی الله علیه، ولی این حالات از بین میره و در اخیر باز میگه در اخیر خلافتی بر منهاج نبوت میه، خلافتی میه که به طریقه نبوت مثل خلافای راشدین ولی میه. و حتی شیخ طنطاوی ذکر میکنه که در چیش که در دمشق یک شخص خطبه میده میگه یک وقت سر مسلمان ها ایتوال که کارت هویتشان سبب دستگیریشان میشد، به این اندازه سری از اونا ظلم و چی بود. اما آل تمام دنیا به زیر دست این مسلمان هاست و مسلمان ها را عدالت شد ببینن که امرای مردم چی میکنن. این حالت میه. شما در این بعضی مردم یک ذره زیر تاثیر رفتن و این که میگه این جنگ است تمام ممالک اسلامی همه جای مردم های غیر مسلمان موافق هستند و مسلمان ها را زجر میتن، مسلمان ها را میکشن، مسلمان ها را ای میکنن. ای از دست عزیز تا وقتی که سید جمال الدین افغان میگه تا وقتی که مسلمان ها به قرآن پیرو بودن و تمسک داشتن، اینا اداره رهنمایی به دست مسلمان ها بود 1000 سال. وقتی که اینا از قرآن فاصله گرفتن و دشمنا نماندن که قرآن به حیث رهنمای از اینا باشه، چنانچه وقتی که انگریزها مصر فتح کرد یک چی از اینا بسیار جشن گرفتن و خیز زدن و جز گفت که کلانترین دولت اسلامی را فتح کردیم دیگه، اسلام چی شد ما از بین میبریم و چی میکنیم، ابو قائدشان گفت برشان که نه، تا وقتی که این کتاب در بین از اینا زنده باشه، تا وقتی که این کتاب در بین از اینا زنده باشه، این کتاب بر ضد استعمار است. اگر این کتاب تا وقتی که زنده باشه ما نمیتونیم که چی کنیم، یعنی بر سر از اونا مثلا چی داشته باشیم. شما یعنی دسائسی را به کار پرتین، معنای گپشی است، نتیجهش که این مردم از قرآن کریم فاصله بگیره. قرآن کریم برای چی استعمال میشه؟ در جنازه بخواد، پشت مرده بخواد، خانه نو گرفتی برای از قرآن بگی بخوان. قرآن کریم برای بی سید جمال الدین افغان بیدار کننده شهر، یک قرآن در گردنش بود به هند رفت و مجردی که داخل شد انقلاب ها شروع شد در هندوستان. و همچنان یعنی اصلا قرآن کتاب زندگی مسلمان هاست، مطابق سیاست قرآن باید اعمال خود پیش ببره.
ولی قرآن به اندازه پیچانده شده در ورقه ها و در چیزا که در دسمال های ابریشمی و دیگه تا که او را واز میکنه 15 دقیقه در واز کردنش میرسه. باید قرآن در جیب هر کس باشه، بالای هر لحظه او را بخوانه. و یک حدیث دیگر را برای شما میگم از ابن ماجه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده اگر کسی یک آیت قرآن را همراه معنایش تلاوت کنه، که معنایش بفهمه، یعنی او را تلاوت کنه و معنایش در ذهن بسپاره، از 100 رکعت نماز کده برش ثوابش بیشتر است. چرا که کسی که مثلا معنای یک سخن نفهمه و میخوانه چی است؟ از چی استفاده میکنه؟ باید که مسلمان ها لغت عربی رو بفهمه، کوشش بکنن این تو در مجالس وعظ و ارشاد و تعلیمات دینی اشتراک بکنن، ثواب ازی از بسیار عبادات نفلی کده بیشتر است برشان، که معنای اسلام، معنای قرآن اینا درک بکنن. ای اگر قرآن با معنای درستش ای چی شوه، یعنی هیچ ترجمه چی نیست مثل خود قرآن واری، باید که مردم چی است، موریس بوکا یک چی بود، یک فرانسوی، یک سرجن بود، ای مسلمان شد در سن 50 سالگی شروع کرد به فهمیدن زبان عربی که تا ما قرآن بفهمم. ولی قرآن که فهمید که بهترین یک کتاب نوشته کرد، مقایسه بین بایبل و تورات و قرآن کریم، اونمو کتابش در اینترنت هست، با شما یک تعجبات میبینی که چقدر او شخصی که سالها را در غیر اسلام گذاشتنده بود با یک چی شدن چقدر عجال در فهم دین اسلام رو پیدا میکنه، که اون کتاب شما مطالعه کنید که چقدر مفیده، هم به عربی است هم به انگلیسی است هم به فرانسوی است. یعنی شما ببینید که ما باید غافل نباشیم. اگر نمیتونیم به هر سن و سالی که هستیم، اگر نمیتونیم در راه قرآن خود قرار بدیم، در راه سنت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله خود قرار بده، تا این عمر محدودی که داریم، این limit time است، این همه زیر تست خداوند هستیم، از این نشوه که غفلت گیر به خدا ناخواسته ما به نام مسلمان غیر مسلمان از دنیا برم. الله سبحانه و تعالی می فرمی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. متوجه میسوز ما ای مؤمنان، تقوا را احسا چی بکنید، ترس خدا را به دلتان باشه، از هر راه های کفر و الحاد و فسق و فجور شما خدا نگاه کنید. چرا خدا والله لا یهدی القوم الفاسقین، خداوند هدایت نمیده قوم فاسق را که دروازه خدا برای کافرها واز کنه و دروازه مسلمان ها را برویش بند کنه و مسلمان ها را امرایش سلا سرش ورداره. این قوم ایر فاسق، اون فاسق او را میگه خارج میشه از دین اسلام، او را خداوند هدایت نمیکنه، او میره و بیدین از دنیا. بنابرای سبب یعنی ای که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فکرتان بگیرین، خداوند براتان میگه که اوش کن نمورین پیش از اینکه مسلمانی را ترک داده باشید. یعنی به این تو یک حالتی نبین که شما به حالتی کفر بمورید، اسلام به دندانهای خود محکم بگیرید، به قلب خود محکم بگیرید، قرآن پیروی بکنید، تا نشه که بمورید بدون ازی که باز یک حیات جاودانی دائمی از دست شما میرود. ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا، چنگ بزنین به این رسن متین خداوند، که یک سری ازی پیش خداوند است و یک سری ازی به دست شماست، و این وحی پاک و منزه و همون وحی است
که الله سبحانه و تعالی سری محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم توسط جبرئیل امین نازل کرده، یک حرفی از این تغییر نیافته به دست ما و شما، این نعمت کلان وجود داره. اینطور وحی امروز در جهان بشریت دیگه وجود نداره و این به صلاح و بهبود زندگی دنیایی و آخروی مردم است. یعنی شما قرآن پیروی کنین، واعتصموا بحبل الله جميعا، همگی شما یک دیویژن دیگه پیدا نکنین که ما این رای ما ایست. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. خداوند سوره مائده میفرماید که ان الذين فرقوا، سوره انعام میفرماید ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، کسانی که یک دیویژن پیدا، یک گروپ دیگر پیدا میکنند مخالف قرآن، مخالف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، اونا شیعه میسازه خدا، یعنی معنات پیروی یک امام، یک چیره ما کم میگن نسبت به قرآن، او رو برتر ترجیح میده با تعویلات فاسد. لستم پیغمبر میگه که تو از جمله از اونا نیستی، یعنی تو رهبری از اونا نیستی. خداوند هدایت نمیکنه او قومی که از راه قرآن خود را تغییر بده به راه دیگر. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. یاد کن که اون نعمتی را که شما در بین کافرها اوس و خزرج 120 سال جنگ بود که قبیله ما برتر است، قبیله عزیز صدها نفر در بینشان کشته میشد، ولی وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم اونجا تشریف بود در بین از اینا اخوت اسلامی رو مستحکم ساخت، این جنگا خود به خود از بین رفت. الله سبحانه و تعالی یک برادری، یک اخوت چی رو به میان آورد که یکیش در غم و شادی دیگر چی میکرد، حتی مال و جا و زندگی خود برای برادر و یعنی قرار میدن، حتی سر نفس و سر جان خود و برادرای مسلمان خود. اینی تو یک بی مثیل، بی قسم، بی نظیر یک اخوت خداوند گذاشت. یه همه فضل و کرمی الله سبحانه و تعالی سر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. یعنی شما ای که چه هایی و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که این اخوتی را که بینی، این میثاقی را که بینا جور کرده که همه از اینا یک ملت است، حتی یهودی بنی عوف ملت واحده، این که به همراه ما یعنی چی شده دامده و چی ما، ولو کافر است این مثل یک ملت است پیش ما، ما از او دفاع میکنه، اونا از ما دفاع میکنه، هیچ اختلافی بین خود نداریم، عدالت با کافر، با مسلمان، با هندو، با هر کس یا امور رقم عدالت پیش می رو مثل که با یک مسلمان پیش می رو. این وظایفی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم تا وقتی که خودی از اونا اونا چی کردن گشتن از این چیهای خود. این راه یعنی چی است؟ راه اسلامی است. خب این حالی الله سبحانه و تعالی می فرماید که یا ایها الذین لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم او لا تآباءکم و اخوانکم اولیاء استحب الكفر على الايمان. ای مومنا، شما پدرانتان را، برادرانتان را شما چی نگیرین، دوستای خود نگیرین، اگر اونا کفر را دوست دارن نسبت به ایمان او رو تک بکنین امراش. دوستی شما برای خدا باشه و دشمنی شما برای خدا باشه. یعنی اگر اونا ای تو قومی پیدا شوه که اونا کافرها را دوست داره و کافرها را میاره و به همراه از اونا چی میکنه، شما او را دوست نگیره. یعنی استحب الکفر علی الایمان، خداوند میگه اگر اونا دوست داره کفر سر ایمان، شما از تو پدر و از تو چیز. سید جمال الدین افغانی میگه شما ببینید این آیات ای تو نشان میده بعد از اینکه یک آدم مسلمان میشد
چون این آیات میفهمید معناش، پدر در مقابل بچه خود در جنگ استاد میشد، بچه در مقابل پدر خود در جنگ استاد میشد. یعنی به این اندازه اینا را تربیه ایمانی در قلب و عروق و شرایط از اینا جای میگرفت. قطعا یعنی نسب، قوم، زبان، این چیزا یعنی پیش از او اهمیت نداشت. هموز که الله سبحانه و تعالی صحابه کرام را که توصیف میکنه که خداوند از اونا راضی است و اونا از خداوند راضی هستند، اینا کی هستند؟ همین صحابه کرام است که اینه تو اسلام اینا پیروی میکردن، برخلاف بعضی مردم های کجرو که اونا صحابه کرام چی میکنن بعد رد میگن. لیکن حقیقتی است که اینا مسلمانایی بودن که راه را برای ما روشن کردن که آدم این رقم اسلام پیش میبره. سری دو روز دنیای چی اینا چی نمیکنن. مثلا ابلیس وقتی که چی کرد با آدم علیه السلام برش امر کرد که تو احترام بکو، سجده تعظیم بکو، او گفت که من نمیکنم، زیرا که او ریسست بود. ابلیس گفت که عزیز سبب نمیکنم که او از خاک پیدا شدن، ما از آتش. و الله سبحانه و تعالی برش گفت که اوه انلکی ابلیس، آدمی بی طالب بی بدبخت، تو خو نفهمیدی او خاک خوب است از چی کرده؟ چرا آتش که یک جای می سوزانه او به چی تبدیل می شود؟ به خاکستر تبدیل می شود و خاکستر دیگه چیزی در او نمی رویه. اما یک زمین اگر آو برش نرسه به خاک تبدیل می شود و هر وقت دیگه که سر از او آو بردی او از پیش از او یک سبزه و ربط و انبتت. و دیگه جا آیات الله سبحانه و تعالی میگه که خاک هر وقت که سریزی یعنی باران و چی را انزلنا علیه الماء احتزت و ربت، خاک میروه. پس تو چی تو نمیفهمی خود را یعنی از نعوذ بالله از فرمان خدا از امر الله سبحانه و تعالی که برتر میدانی که من افتخار میکنم به نسبم که من فلانی نسب هستم؟ هیچ نیستی. چیزی را که خداوند برات میگه اونمو رو پیروی بکن. اگر هر کس یعنی شما ببینین ابو سخنایی که پیشتر در ابو کتاب سید جمالدین افغانی گفت که هیچ فرقی را ما در وقت نمیبینیم بین مسلمان ها، هیچ کدام چی ندارن. افغان میه سر هندوستان حاکم میشود و بینشان عدالت میکنه، از امو راضی است تمام مردمش. و همچنان ترکی می اثر عرب. اما وقتی که اختلافات را دامن زد چی جور شد؟ از پیشش امو عرب هایی که در جنگ، امو خاندان هاشمی که شریف حسین پدر اینمی ملک حسین اینا امرای انگریزا دست یکی کرد و با اولاده ازی جایه را داد که این اردن ازی باشه و کویت ازی باشه ای ازی باشه تا والد دستی اولاده امی عرب هست، همه گی پشیمان شدن. در سخنهای شیخ عطیمین در چیزایش ببینین میگه اینی نتیجه ازی بود که اون قوت اسلامی را ماند. این نمی فلسطین اگه به نام خدا شروع میشد، به نام قومیت و به نام چی عروبت قومیت عربی چی زیر تاثیر ناصر و دیگر نمی رفت. اما کسی که اول بار ایره استقلالش چی میکرد تا اولی وقت فتح شده بود. اگر کسی که زیر یعنی سیطره قومی و نسبی بیاید خداوند امرای از کمک نمی کنه. باید انسان راه قرآن، راه سنت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ایره در پیش بگیره. خب ایرا چی است؟ الله سبحانه و تعالی یعنی بعضی احادیث زیادی در این باره است. الله سبحانه در سوره آل عمران آیت 119 میگه ها انتم اولائی تحبونهم ولا یحبونکم. شما کسانی هستین که ساده هستین، اونا را دوست می، اونا شما را دوست نمی داره.
اونا دیگه مقصد داره. یعنی مقصد ایسته که الله سبحانه و تعالی در ایره میفهمه که شما اگر برای اسلام باقی ببانین، اسلام خود محکم نگاه کنین، بین شما مودت و دوستی باقی بمانه. هر کس شما صاحب قوت میشین، صاحب قدرت میشین، ملکتان، وطنتان، جایتان همگی چی میمانه. این همگی این مسائبی که میایه خداوند اینه او قومی را جزا میده، او قومی را چی میکنه که از راه یعنی اسلام او پای خود بیرون میمانه. ایچی از ای اشاره سید جمال الدین افغان بیست. ما در سال 1972 در قاهره بودیم، او یک کنفرانسی شد که موسی شفیق چی را گرفت، یک کنفرانس گرفت. ما در اونجا شاگرد بودیم، ما را وظیفه داد که شما یعنی پیش مردم استاد شوید و راهنمایی کنید و یک چیز بین المللی یک چیز گرفت در باره سید جمال الدین. در اوجا عرب ها هم آمدن و ایرانی ها هم آمدن و خارجی ها و بسیار یک کلان قاعی کلان را گرفته بود و خودش هم در اوجا باز به انگلیسی گفت زد. خب به صورت یعنی در اوجا چی گفت؟ خلاصه براتان بگویم که نماینده ایران خیست گفت که سید جمال الدین ایرانی بود، مشهور به افغانی، او افغانی نبود، از ایران بود و چی بود گفار زد و زد و زد و مردم که چک چک برش نکرد. بعد از یک کسی دیگه گفت زد و یک دفعه یک کسی به نام شعراوی جمعه گمان نام داشت که او وزیر داخلی در اون وقت از حکومت مصر بود. او خیست گفت که سید جمال الدین افغانی مصری بود، نه افغانی بود و نه ایرانی. چرا ایرانی هم از خاک خود کشید، افغان هم از خاک خود کشید. تمام این سوانی ازی رو بیان کرد که دینی تاریخ از سرحد افغانستان کشانده شد رفت و از با اون ملک رفت پیش قیصر رفت. قیصر او رو دید که او به ضد انگریز میخواهد که روس استعمال کنه، او ترسید و قوت انگریز بسیار بود و او رو کشید. 24 سال بود از پیش ما برای و پیش چیره فرانسه رفت و چند مجله عروت الوثقی رو کشید که ده او همگی یعنی تبلیغ دعوت به طرف پس احیای چی اسلامی، سیاست اسلامی بود. تمام معلومات داشت. و ما که میگم که سید جمال الدین افغانی مصری است، از خورترکی طفل ما که پرسان تا کلام سید جمال الدین را میشناسه تا به حال. چرا همون چوکی هایی که از طرف مثلا عصر برای مردم دیقان چی میداد که بخیزن بر ضد استعمار، و از طرف مثلا صبح به این مردم چی میداد به این میداد، این همه که تا به حال ما نگاه کردیم. شما کدام مفاخر سید جمال الدین را نگاه کردیم؟ یک دفعه چک چک طویل و دراز شد که میگه سید جمال الدین افغانی مصری بود، تا اندازه دلایلی یعنی مقنع برش گفت. بعد از او باز مرحوم محمد موسی شفیق که پسان صدر اعظم شد، در وقت سفیر بود از طرف بابای ملت، باز او خیست ای تمام سوانی از او رو بیان کرد، قریهشه، مردمشه، از کنرس، از فلانجه است و تمام چیزها رو بیان کرد و ای را چی کرد؟ یعنی ای کنفرانس بود. یعنی شخصیت ازی رو میگم که سر ازی یک شخصیت افغانی است و ای چک نیست، اما سر ازی جنگ است و چی است که میگه چی است. و گفتار ازی را که ما میبینیم در چندین جای در تفسیر ای می فرماید که اگر سر شما کافرها می خواهد که حمله کنه، شما را آیات قرآن کریم ذکر می کنه، یعنی درس می ده به ملت اسلام، میگه و این جنحو للسلم فجنح لها و توکل علی الله. اگر کسی به صلح
اما میلان نشان داد، شما میلان نشان می دهید، توکل خدا به خدا کنید. اگر و این یرید خیانتک و این یرید ان یخدعوک فان حسبک الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم والف بين قلوبهم ولكن الله الف بينما ان الله انه عزيز حكيم. يوهات ذكر ميكون ميغا شما نترسي سر شما حالات ميايا سر شما حالات بد ميايا لكن شما کوشش کنید راه صلح پیدا بکنید. در راه صلح چی بود؟ اگر اونا میخواستن که شما را در این صلح فریب بده، یعنی نام صلح اساس گذاشته، لیکن قتل و قتال در وطن شما بسیار زیاد میشود، مثل که حالی در افغانستان شروعست، قتل و قتال است، جایا را میگیرن و چی میکنن و چی میکنن، همگی یعنی یک توطیه است. چی برام صلح صلح که می باید که اینا یک طرف یک کمی اینمی چیزا را چی کنه جلوگیری کنه، لکن اون زیاد شده میره زیاد شده میره. و این یرید و این یخدعوک، اگر اونا میخواه که با نام صلح شما را بازی بده، فا این حسبک الله، خداوند برای تو کافی هست و با حقایق خداوند حکم میکنه. لیکن اگر شما در راه خدا با عقیده خدا با عقیده مثلا دین اسلام با عقیده قرآن و سنت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پایبند باشید، والذی اید بنصره، خداوند کمک میکنه، باز کمک میکنه برای شما اگر شما در راه خدا واقعا همین صلح میخواهید، نه برای کدام مطلب دیگر، خاص برای رضای خداوند، برای استقرار یک دولت اسلامی خداوند شما را کمک میکنه. و خداوند الفت در بین قلب ملت شما میاندازه. الله سبحانه و تعالی میگه اگر تو لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلب، اگر تمام پول دنیا را از دنیا جمع کنی، از قدرت های بزرگ دنیا پیسه را بیاری بینشان بتی، الفت بینشان پیدا کرده نمیتونی تا الله سبحانه و تعالی الفت بین مردم مسلمان پیدا نکنه. الله پیدا میکنه. و در آیت پیشتر که براتون گفتم کنتم اعدان فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا، شما به نعمت خداوند ایتو الفت بین شما پیدا کرد که یک برادر دیگه شدید. و کنتم علی شفا حفرت، شما در لبی چی شدن، از بین رفتن در لبی در چی از بین رفتن و هلاک شدن و از بین رفتن و نابود شدن تان بودید. الله سبحانه و تعالی فانقذکم منها، شما را یک دفعه نجات داد. با چی نجات داد؟ با توپ و تیاره و با پیسه و مثلا مردم؟ نه، الله سبحانه و تعالی در بین شما دین اسلام پیدا کرد و دین اسلام سبب اخوت و برادری و همزیستی مسالمت آمیز و دوستی و قلبی بین شما شد. یکی دیگه خود در بغل گرفته، این دین اسلام است. هیچ کس الفتی را محبتی را دوستی را بین افراد ملت خود پیدا کرده نمیتونه بجز از طریق اسلام. اسلام از داخل قلب انسان حکومت میکنه، قلب انسان سرش حاکم میشود. بنابراین سبب هیچ وقت از او کدام عملی مخالف شرع رخ نمیده اگر یک انسان مسلمان باشد. حضرت عبدالله ابن عباس امی آیت که تفسیر میکنه و ایر سید جمال الدین افغانی ایر ذکر میکنه که حضرت عبدالله ابن عباس میگه که الفت را خداوند میندازه بین ملت، در صورتی که اونا برایش درست باشد و برای خدا معتنق گردن خدا مانده باشد. الله سبحانه وتعالی به اینا کمک میکنه. اگر اینا پیروی افکار دیگه مردم باشد، یعنی افکار چی را بیاره که تمام امی ارزش های اسلامی را یک دفعه
ده باين يك ملتي اسلامي منقلب بصفه يخو الله سبحانه وتعالى يتقاومكم احنا ما يكون رقص وموسيقي او زناي جوان جوان خود جور میکنه و رقص میکنه این هنر است و این نمیدارم چی است. الله سبحانه و تعالی چیزی که گفته چیزی که فرموده و پیغمبرش چیزی را که فرموده با اساس از او اگه کسی روان شود الله سبحانه و تعالی او قوم نگاه میکنه و الفت بینشان پیدا میکنه. تمام پیسه دنیا پیدا شد در یک دولت الفت در بینشان نمید تا خدا نخواه. لو انفقت ما في الأرض ما ألفت بينكم ولكن الله ألف خداوند ألفت ميتا بركسكي در راهش خدا برابر بسازه. باز الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. سورة عنكبوت كساني كي راه خدا را ميمونا دوستي خدا را ميمونا دوستي پیغمبر خدا را ميمونا اي كي دنيا و آخرت برش يعني ميسر بسازا اي راه حق ميمونا براه باطل كساني كي دا اي راه نيستن راه اونا را اولياء خود ميگيرن اونا را پروتکتور خود میبینه اونا را با خود چی میکنه ولی مسلمان ها را مثلا خودشان برای ازی که به یک مقام برسن به یک چی بلند برسه پیشتر براتون گفتم که سید جمال الدین با فرعون و با اونا اشاره کرد اینمی راه دنیایی را اینا چند روز ترجیح میتن. الله سبحانه و تعالی میگه که ای تو سست یک دولتی را جور میکنه خانه عنکبوت واری که او نه نگاه کده میتونه اینا را اما تو را از هر را دروازهش واز میشه داخل میشه اینا را به قتل میرسانه اینا را در هم و بر هم میکنه. این نه اوهن البیوت لبیت العنکبوت این نه یک حصاری است نه یک چی است نه در بین خود اتفاق دارن نه در از بین میره این ملک. این تفسیرهایی است که چی میکنه سید جمال الدین افغانی این رو میکنه که مثل خانه عنکبوت واری دولت ضعیف میسه از بین میره. پس چیش چی است که پس برگرده برای چی برای اسلام میگه اینا خودش میگه که در عصر سلف صالح ما میبینیم که برادر در برابر پدر استاد پدر در برابر برادر استاد بشه. ولی چرا؟ زیرا که اونا این فهمیده بودن که راه نجات یگانه در چی است. یک حدیث شریف سلاسل من کن فیه وجد حلاوت الایمان ان یکون الله و رسول و حب الیه من ما سواهما. سه نفر میگه اگر این چیز در پیش از او باشه حلاوت ایمان یعنی شیرینی ایمان اونا پیدا کرده میتره. او سه نفر کدام است؟ یکی شایکون الله و رسول و حبیل ما سواهما که الله و رسول پیشش دوست دارتر باشه نسبت به ما سواه دنیا، ثروت، عزت این چیزا همگیش قربان دوستی خدا و رسول باشه. دین اسلام سرمشق از اصلی کار و دفتر و دیوان و سیاستش باشه. ای لذت ایمان ان یحب المرء لا یحب الا الله. دوست نداره یک آدم نسبت نسب خرابت ای تاجک است ای پشت ای هزار است ای ازبک است سری از این مسائل خدا میکشن ایره گفته نه ولا يحب المرء اي يحب المرء لا يحبه الا لله. يقع ادم خاص براي خدا دوست وده هو حديث ديگه كي سبعه يذلهم الله في ذل يوم لا ذل الا ذله امام عادل. هفت نفر است كي الله سبحانه وتعالى اونارا در روز اخرت زیر سایه رحمت خود نگاه میکنه و اول از اون امام عادل است
امام عادل که دعا کنه دعایش مستجاب است، عادل باشه، قوم نسب و قرابت و زبان و ای چیزا را. ابن تیمیه امو حدیث رو میگه در شاره هدایه، در حاشیه هدایه ما خوانده بودیم که اگر در بین یک قوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید یک قوم اصلح برای کار باشه، صالح ترین انسان باشه، فامیده ترین در فنون حرب باشه، مثلا در فنون حربیه، خدا کنه فارسیوان باشه، پشتون باشه، هزاره باشه، ازبک باشه، او رو ببان یک آدم دیگر تو بیار مثلا چی بکن چی بر این میگه یا خون خیانت میکنه به خدا و رسول. اگر می تو ایمان باشه که تو کار کده نتونه که یک آدمی که اهلیت داره او رو ببانه، یک آدمی غیر یا سبب یزی که این مثلا پشتون است بیاره، یا سبب یزی که فارسیوان است بیاره، یا سببی که این ازبک است بیاره، که این چیزا رو در نظر بگیره، عدالت در نظر نگیره. این گفته که این چی می شود؟ خیانت به خدا و رسول بکنه. این دین اسلام است. این یک را یعود فی الکفر، باید هر انسان بد بدانه که پس در کفر داخل شود. بعد ان انقذه الله، بعد از اینکه خداوند را نجات داد، ایرا باز در کفر داخل شود، این سه نفر بدش بیه، نفرتش بیه که برادرهای کفر. بعد از اینکه خداوند دیر مسلمان کده، پدر و پدر کلاناش مسلمان به ایمان رفته و یه حالی برا و در رای تمامی چی خود را در رای چی کافرها ایره مصرف بکنه، وطن خود را، مردم خود را قربانی یک دو روز دنیای فانی و یک چی بسپاره، الله سبحانه و تعالی ایره هلاک می سازه. دو حدیث دیگه، حدیثی که از حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت شده، گفت لا یمن احد حتی اکون احب الیه من والدی ولدی و الناس اجمعین. هیچ کس مؤمن شده نمیتونه تا که پیغمبر خدا را، تا که من میگه پیششان دوست دارتر نباشم از پدرش، از اولادش، از تمام مردم. ای باز ایره میگه که از حضرت عمر خطاب رضی الله تعالی عنه میگه که ما یا رسول الله صادق بود، ما اول خودم دوست دارم، باز شما را گفت نه، ای عقیده ایست، ای مسئله ای نیست که ما سر شما ایره چی میکنم چی میکنم بنسبه ای امر الله سبحانه، یعنی احادیث هم وحی است از طرف الله سبحانه. باز از اینکه فهمید که مسئله عقیده ایست، پیغمبر ما از پدر و مادر اولاد که چرا زیاد دوست داریم به نسبت ازی که او برای ما راه نجات ابدی را نشان میده. این دنیا و او دنیا هر دوش ما به دست میاره از پیروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. دین امیر ریلیجن ترو محمد صلی الله علیه و سلم، توسط محمد صلی الله علیه و سلم به ما رسیده است. ما اگر به او محبت نکنیم، به جای محبت به او محبت به یک کسی که مخالف از او در دین است به او بکنیم، پس ما خب خدا هلاک می سازیم، وطن خدا هلاک می سازیم. باید از این طور یعنی چیزا یعنی ای چی شوه، جلوگیری شوه که کار باید صورت نگیره. خب این ایمان کامل نشان میده، انسان ایمان کامل در این صورت داره که تمام چیزای از او در راه عبادت، در راه اجلال و عظمت اسلام، در راهی که دائمی برای انسان به درد، در راهی ازی چی بکنه ایره به پیش ببره. و ببینین عدالت بسیار مهم چیز است و عدالت مقدر می سازه قومیت و نجات. یک آدم که چندین قریه را خراب میکنه لیکن به یک حزب منصوب است، رانوز در پشت میگه بسیار خوب حزبی است، بسیار خوب حزبی است، اما نمیگه که این چقدر منافق است که مسلمان ها را به نسبت حزب خود کشته. ای بسیار کلان عیب است امی حزب ها، امی چیزا که همه از حزب خود، از نسب خود، از چی خود دفاع میکنه،
اینا در اسلام قطعا راهی نداره. راه اسلام راه قرآن و سنت حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت چیره میگه عمرو بن العاص که والی مصر است و حضرت عمر میخواه میگه متى استعبدتم الناس وقد ولدتكم امهاتكم ولدتهم امهاتهم احرارا. شما چرا مردم برده ساخته؟ چی وقت شما این کار کرده؟ بچه از او بر یک امره یک بچه قبطی در مسابقه اسلحه‌واری او یک قمچین بچه قبطی را زده بود که تو چرا از ما پیشی؟ ما خو بچه خیر چی هستم؟ والی مصر هستم و صحابی و معتبر است، ای تو از پیش ما هست چی کردی؟ او آمده به حضرت عمر چی کرد؟ حضرت عمر طلب کرده پدرش و خودش هم دوره زده، هم گفته که متا یک سخنی زده که باید این چهره بین المللی ای چی شود در دنیا. اگر دنیای هوشمند و هوشیار باشه، دنیای واقعی بین باشه، این کلمه حضرت عمر را به حیث یک دستور کلی به جهانیان پیش کنه. متا استعبدتم الناس، چی وقت مردم را برده قرار دادید؟ و قد ولدت امهات، وقت و در حالی که مادرانشان نار آزاد زایده است. شما چرا ایره مثلا به نسبت رنگ و نسب و امیال در سکولاریزم مردمان سیاه پوست او مقامی را نداره که سیاه سفید پوست داره؟ ما خود ما در صنف در امریکا شاگرد بودیم، این بچه سیاه پوست در پیش روی ما که سفید پوست در پالی بشته بود گفت که شت وای دوزد برش ایچی و ما ایران ماندم که ایچه قدر یعنی چی در ویل از این هست. ای چیزا هست اما در اسلام نیست. اسلام چی میگه؟ حضرت ابو بکر صدیق وقتی که حضرت بلال یک سیاپوست حبشیست او را آزاد میکنه، او برداره، حضرت عمر چی میکنه؟ میگه ابو بکر سیدنا، ابو بکر بادار ماست، آقای ماست. یعنی چی کرد؟ میگه آزاد ساخت بادار ما را که حضرت بلال است، بادار ما را، سیدنا حضرت بلال، یعنی این میگه آزاد ساخت، یعنی اسلام است. گفت و عمر ابن الاسلام، عمر بعد از این بچه اسلام است، بچه او عربی نیست که مردم است به نسبت قبایل و به نسبت نژاد و به نسبت چی خود میخوشت. چیزی که اسلام بگه او نموره ما پیروی میکنیم. این دین مبین اسلام است. تا اینجا برای شما ما ایره شرح دادم از اقوال سید جمال الدین افغان از کتاب محمد عماره، ایچی از بیدار کننده شرق فیلسوف، صفحه 139 تا به چیره از محمد عماره. این چیزا را برای شما و این تحلیل های ازی که هنوز تکمیل نشد این را برای شما من ذکر کردم. و چون وقتی رمضان میه بخیر دیگه سخن ما انشاءالله درباره رمضان و روزه و فواید روزه می باشه. اگر زنده بودیم انشاءالله از خداوند دعا میکنم با خداوند که شما مسلمان ها را توفیق بده که اینمی سخن ها را بشنوین و همی را کمک کنین و که این سخنا به تمام مردم برسه، راهی پیدا شوه که دعوت ما به تمام جهانیان برسه. الله سبحانه و تعالی شما را از فیوزات یعنی دعوت و تبلیغ، حتی معتکف که اعتکاف داره علما میگه برای ازی من نیست که دعوت بتا دعوت تبلیغ بکنه یا در مجلس دعوت بشینه و این را نوشته کنه، حتی او خود در اعتکاف خود قرآن شریف میخونه. از او کده میگه مهمتر است که دعوت بشینه یاد بگیره، دین یاد بگیره، ثواب ازی از او اعتکاف کده بیشتر است. علما تصریح میکنه. خب شما ایره سطحی نگیرین، سخنها را بشنوین، به یه عمل بکنین، به قرآن کریم کوشش بکنین، ولو یک لحظه از عمرتان باشه ایره ضایع نکنین.
بدون يعني تلاوتي بمعنى وتدبر القرآن الكريم إير كوشش كنن كي شباب وغير زوغا تدبر نميتن هم تلاوت القرآن ترك نكن وما علينا إلا البلاغ شمار بخداوند كريم ورحيم شباب.